سلام، با 180 ثانیه چهارشنبه 28 شهریور همراه ما باشید. فرهاد میثمی فعال مدنی که از دهم مرداد ماه و پس از بازداشت دست به اعتصاب غذا زده، در 49مین روز اعتصاب خود وضعیت جسمی وخیمی دارد، اما از اعزامش به بیمارستان جلوگیری می شود. او در اعتراض به غیرقانونی بودن بازداشتش، ناعادلانه بودن دادرسی و نداشتن امکان معرفی وکیل اختیاری دست به اعتصاب قضا زده است. روزنامه فیگارو در شماره امروز خود میگوید ایران برای فشار به آمریکا کمک‌هایش را به طالبان افزایش داده و سپاه قدس به طور بی‌سابقه‌ای کمک‌های مالی و نظامیش را به طالبان افغانستان افزایش داده و همزمان میکوشد تا یک سازمان شبه نظامی شیعه در افغانستان نظیر حزب الله لبنان تشکیل بدهد. بیش از 150 هزار دختر در سال جاری در مقطع متوسطه دوم مدرسه را ترک کردند. فقر فرهنگی و اقتصادی، ازدواج زود هنگام، نبود امکانات آموزشی و تحصیلی را میتوان از دلایل ترک تحصیل دختران دانش آموز دانست. محسن صفائی عضو انجمن ملی پلاستیک و پلیمر ایران ضمن اذعان به آسیب دیدگی صنایع پتروشیمی ایران به علت رکود اقتصادی طولانی مدت و کمبود مواد اولیه ناشی از تحریم‌ها گفت نزدیک به 60% از کارخانجات مرتبط با صنایع پتروشیمی ایران تعطیل و بخش عمده دیگر هم با ظرفیت 10-30% فعالیت می‌کنند. ایسنا روز شنبه به نقل از رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در استان اردبیل از کشف حلوای شادی اعتیاد آور در این استان خبر داد و به گفته این مقام این نوع حلوا حاوی ترکیبی از شاهدانه و مواد اعتیاد آور بوده است. شرکت امنیت سایبری فایر آی میگوید در آستانه اعمال تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران، یک گروه هکر ایرانی حملات گسترده‌ای علیه شرکت‌های نفتی خاورمیانه و مناطق دیگر به راه انداخته است. کره شمالی برای برچیدن تأسیسات هسته‌ای و موشکی خود و همچنین میزبانی مشترک بازی‌های المپیک اعلام آمادگی کرده است. این تصمیم با استقبال گرم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز روبرو شده است. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در کنفرانس خبری پس از دیدار با مون جای این رئیس جمهوری کره جنوبی گفت کشورش بمب اتمی دارد، اما از لحاظ رشد اقتصادی از دنیا بسیار عقب‌تر است.